بهترین آلبوم های سال 2023، آلبوم هفتم Married in Mount Airy از نیکول دالانگنگر. یه دختر جوان آرتیست به شدت مستقل کانادایی آمریکایی داریم به اسم نیکول ان بل که فعالیت جدیش رو تو سال 2010 موقعی که 19 سالش بود با اسم هنری نیکول دالانگنگر شروع کرد. کارهای دالانگنگر یه طوریه. من اسمشو میذارم موزیک عروسکی. اینجا ما یه موسیقی لوفای به شدت مینیمال با حداقل سازا رو داریم که با یه آواز خیلی پایین، خیلی ملو، یه حال وهمگونه خاصی رو بهمون میده که انگار توی یه فیلم ترسناک در یه میوزیک باکس رو باز کرده باشی که یه عروسک بالرین هم وسطش داره میرقصه. دیدین تو فیلم ترسناک ها حتما. موزیک باکس رو باز میکنن، یه موسیقی ملایم خیلی مهربون ازش پخش میشه، اما فضا یه طوریه که همین آدمو میترسونه. فاز کارهای دالانگنگر هم اینطوریه، مخصوصا اینکه لیریکس همین آهنگای ملوی لطیف معمولا در مورد جنایت و خشونت و سکشوالیتی و یه رومانس مریض‌طوره. موسیقی دالانگنگر رو میشه هم دریم پاپ دونست، هم فولک، هم بدروم پاپ، هم باروک پاپ. اما بهترین جایی که میشه براش پیدا کرد موسیقی سدکوره، یه ژانر خلوت و غمگین که یه حال مالیخولیایی ناراحتی داره. لانا دل ری آهنگ زیاد داره تو این فاز. نیکول دالانگنگر وقتی که 19 سالش بود کارشو شروع کرد. کجا؟ توی اتاق خواب و دستشوی خونش. فقط با یه لپتاپ. آهنگا رو خودش میسازه، خودش لیریکس میگه، خودش ضبط میکنه، خودش تهیه کننده است، سازا رو هم با نرم افزار گاراژ بند در میاره. آهنگایی که میسازه رو هم میذاره واسه دانلود توی سایت معروف بندکمپ. این کلن اساس کار این آرتیست درجه یکی. خیلی خیلی به ندرت نسخه فیزیکی داره کاراش. همشون رو دیجیتالی منتشر میکنه. یعنی نهایت استقلال. خودش میسازه، خودش میخونه، خودش میزنه، خودش ضبط میکنه، خودش تهیه کننده است، تر روی جلد رو خودش درست میکنه، خودش هم منتشر میکنه. 4 تا آلبوم اولش رو همینطوری با همین فاز منتشر کرده تا اینکه تو سال 2015 با یه آرتیست کانادایی دیگه به اسم گرایمز دوتایی اوپنین اکت کنسرت لانا دل ری میشن. گرایمز آرتیست شناخته شده و معروفیه تو کانادا. وقتی سر این اجرای موزیک نیکول رو میشنوه اونقدر تحت تاثیر قرار میگیره و خوشش میاد که به خاطر اینکه کمک کنه موزیکش بیشتر شنیده بشه میره یه کمپانی موسیقی تاسیس میکنه که کارهای نیکول رو بتونه منتشر کنه باهاش. تو پرانتز یه چیز بی ربط جالب بگم، خانم گرایمز 3 تا بچه داره. اگه گفتین باباشون کیه؟ جناب ایلان ماسک. نیکول با این کمپانیه دو تا آلبوم منتشر میکنه، اما نمیدونم چه اتفاقی میفته که آلبوم بعدیش یعنی هفتمین آلبومش که سوژه الان ماست که 6 ژانویه 2023 منتشر شده به اسم Married in Mount Airy دوباره بدون کمپانی و با همون فاز قدیمی خودش به طور کاملا مستقل تهیه شده. چه آلبوم عجیبی هم است. یه اثر متوهم و کابوس در رویایی که خودم هم تعجب میکنم چرا اینقدر موزیکش بهم مزه میده. این دختر کلن خودش هم یه فاز خاصی داره. اسم هنریش یعنی دالانگنگر رو از روی خانواده دالانگنگر سری کتابای ترسناکی که وی سی اندروز نوشته برداشته. من کتابه رو نخوندم اما خلاصه داستانی که چک کردم دیدم قشنگ با فاز نیکول جور در میاد. استایلش خیلی گاتیکه. نه اینکه آرایش عجیب غریب بکنه، انگار که یه عروس گوگولی اما سرد و بیروح باشه. اخم و خشم نداره اما چهره بدون لبخندش یه طوریه که انگار داری مرده رو می‌بینی. موزیکش هم همین فازو داره. ساده ولی نافذ، آروم ولی ناراحت. یه سردی خاصی که انگار تقابل مرگ و زندگی باشه. درد و شادی رو همزمان داره. بیروهه اما به شدت زنده است. تاریکه اما جلوی پات رو میتونی ببینی باهاش. چند تا آهنگ اول آلبوم Married in Mount Airy مربوط میشه به ازدواج. به رمانتیسم سعادتمندانه یه عاشق که به مرد رویاهاش رسیده. که وقتی این رو از زبون نیکول با اون حال و صدا و موزیک فوق خلوتش میشنویم و لیریکس رو دنبال میکنیم یه طوری میکنه آدمو. گوش کنین خودتون متوجه میشین. وقتی میشنوی یه حسی بهت میگه که یا این دختره عشق و عاشقی بلد نیست یا این عشقی یه جای کارش میلنگه. تره روی جلد آلبوم که خود نیکوله که به غمگین ترین شکل لباس عروس پوشید و دور از جونش مثل یه جسد تکیه داده به تخت. دونه دونه که آهنگا رو گوش بدیم و بریم جلو، همینطور که به وسطای آلبوم نزدیک میشیم اون فضای رمانتیک کم کم از بین میره و جاش رو یه عشق مسموم میگیره که بیشتر شبیه سندروم استکهلمه. همون سندرومی که گروگان عاشق گروگان گیرش میشه. اون شخصیت خداگونه‌ای که اون اول از معشوق تصویر شده بود تبدیل به یه هیولا میشه برامون.
همینطور که آلبوم جلوتر میره این تصویر هی پررنگتر میشه، با جزئیاتتر میشه، ترسناکتر میشه. نیکول ما رو از یه مسیری رد میکنه که از شهوت و ستایش میرسه به آزار و شکنجه، به سلطه و تحقیر، به یه رابطه به شدت مسموم که آخرش همین روشن شدن جنس رابطه قهرمانش رو به آزادی میرسونه. آزادی که معلومه در قالب مرگ واسش اتفاق میفته. شما یه همچین ماجرای غم‌انگیزی رو دارین با موسیقی و صدای نیکول دالنگنگر میشتن که اگه فازش رو بگیرین تأثیرش رو چند برابر میکنه. این آلبوم یه حس کرختی و انزوا طلبی رو با آدم منتقل میکنه که نباید توش دست و پا زد. باید پذیرفتش رو ازش فقط لذت برد. پس آلبوم Married in Mount Airy از نیکول دالنگنگر میشه هفتمین آلبوم برتر من تو سال 2023.